زندان دلفین سیاه، خطرناکترین زندان جهان، زندانی که هیچ کس تا حالا ازش زنده بیرون نیومده و همه زندانیان اون به حبس ابد محکومند. زندانیانی مانند نیکولایف. اما نیکولایف کیست؟ نیکولایف در مصاحبه اعتراف کرد: قربانی را به حمام کشاندم، لباسش را درآوردم و شروع کردم به جدا کردن سر، دستها و پاهای او. با خودم فکر کردم که او را امتحان کنم. تکی از گوشت ران او را بریدم و آب پز کردم. امتحان کردم ولی دوست نداشتم. بقیه گوشت آن را خرد کردم و در ماهیتابه سرخ کردم و مقداری از گوشت آن را به خانواده یکی از دوستانم دادم. به آنها گفتم که گوشت کانگورو است. آنها با اون گوشت کوفته درست کردند و خوردند. زندان دلفین سیاه با امنیت بالا، وحشیانه ترین جنایتکاران از جمله قاتلین زنجیره‌ای، آدمخوارها و تروریست‌ها و متجاوزین به زنان و کودکان را در خود جای داده. حدود 700 زندانی در زندان دلفین سیاه زندانی هستند که روی هم رفته 3500 نفر را کشتند. آقای آوسیوک در مصاحبه گفته حتی زبان هم از خطاب کردن آنها به عنوان انسان یا جزو مردم قاصر است. زندانیان دلفین سیاه همگی محکوم به حبس ابد هستند. زندانیان دلفین سیاه همچنین 24 ساعت تحت نظر دوربین‌های مدار بسته هستند. نگهبانان هر 15 دقیقه یک بار در محوطه زندان گشت می‌زنند. وقتی زندانی را از زندان خارج می کنند، زندانبانان آن زندانی را تا کمر خم می کنند. این روش قانون زندان دلفین سیاه است. تمام اوقات فراغت زندانیان برخلاف زندانهای دیگر در فضای بسته سپری می شود. در این زندان محل غذاخوری وجود ندارد و زندانیان غذای خود را در سلول خودشون می خورند. هیچ زندانی تا حالا از این زندان فرار نکرده است. اما چه کسانی در این زندان مخوف زندانی هستند؟ اولین نفر نیکولایفه که گفتیم قربانیان را تکه تکه می کرده و می خورده و بقیه گوشتشون رو یا می فروخته یا به دوستانش می داده. زندانی بعدی وادیم کورونوفه. وادیم کورونوف شخصی بود که فیلم‌های مبتذل بزرگسالان تولید می کرد ولی بازیگرای اون کودکان خردسال بودن. وادیم کورونوف دختران زیر سن قانونی رو گول میزد و به خونش میبرد و مستشون میکرده و اونا رو مجبور به انجام کارهای ناپسند میکرده. قربانیانش هم معمولا دختران بی سرپرست و دختران فراری بودن. وادیم کورونوف به حبس ابد محکوم شده و در دلفین سیاه به سر میبره. نفر بعدی آندره مولوکه. آندره قربانیان رو اکثرا از زنان مسن انتخاب می‌کرده. آندره در یک فروشگاه کمین می‌کرده و قربانیان رو شناسایی می‌کرده و تا خونه‌شون اونها رو تعقیب می‌کرده. آندره به بیش از 10 قتل اعتراف کرده و به حبس ابد محکوم شده. نفر بعدی استاویسکیه. استاویسکی در روزنامه‌ها آگهی می‌زده و ماشین‌هایی رو برای فروش می‌ذاشته. اون قربانیان رو برای بررسی‌های بیشتر به خونش می‌کشوند و اونا رو می‌کشت. استاویسکی به ماشین‌های خارجی علاقه زیادی داشته و ماشین‌هایی که از کسایی که کشته بود و می‌دزدید با قیمت خیلی کمتر به دلال‌ها می‌فروخت. نفر بعدی ولادیمیر موکانگینه. ولادیمیر از زنان متنفر بود. قربانیان اون زنان و دختران بودند. ولادیمیر اعتراف کرده که اونا رو خفه می کرده. اون به 9 قتل اعتراف کرده و در حال حاضر در زندان دلفین سیاه محکومیتش رو می گذرونه. نفر بعدی سرگی الکساندروویچ هست. سرگی قاتلی سریالیه که جنایت‌های وحشتناکی انجام داده. او از سال 1970 جنایت‌های خودش رو آغاز کرده بود. سرگئی در سال 1991 به کمک یک سرباز زن از زندان فرار می‌کنه، اما مجدداً دستگیر میشه و به زندان انتقال داده میشه. زندانی بعدی که در زندان دلفین سیاه به سر میبره ساد امیروفه، یکی از زندانیان دلفین سیاه که به جرم قتل و تجاوز به حبس ابد در این زندان محکوم شده. اون رهبر یک گروه مافیایی بوده و میگن که 100 نفر رو کشته و جسدها رو تکه تکه میکرده و گوشت اونا رو به سگهاش میداده.
همچنین به تجاوزم اعتراف کرده. اون انقدر خطرناکه که حتی خیلی از زندانیان ازش میترسن. نفر بعدی وادیم ایرشوفه، یک قاتل زنجیره‌ای در روسیه که بیش از 70 جنایت در پرونده خودش داره. اون به حبس ابد محکومه و یکی از خطرناکترین زندانیان دلفین سیاه به شمار میره. نفر آخری که در این ویدیو در موردش حرف میزنیم شخصی به نام الکسی پیچوگانه. این شخص یکی از افراد اطلاعاتی سابق روسیه است که به اتهاماتی مثل قتل و اخاذی متهم شد و در سال 2003 دستگیر شد. الکسی اول دستگیریش گفت که هیچ مدرکی ندارید و من بیگناهم، اما رفته رفته مشخص شد که گناهکار بوده و امروز در زندان دلفین سیاه به سر میبره. ویدیو به پایان رسید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای جذاب بعدی ما به دست شما برسه. خیلی ممنونم.